اما گلدمن ساکس یکی از بزرگترین حالا شرکت‌های تأمین سرمایه اینوستمنت بانک هرچی که بهش میگن تو دنیا اومده گفته آقا اگر کرونا تموم بشه سهام ارزشی بخریم یا سهام رشدی. سهام ارزشی یعنی سهام‌های بالغ، سهامی که الان حالا طرح توسعه کمتر دارن، کل شرکت به بهره برداری رسیده به زبان ساده‌تر و راحت شما میتونید اون ورودی نقدینگی آتی شرکت رو، درآمدهای آتی نقدینگیش رو حساب کتاب کنید. سهام رشدی اون سهامایی هستن که حالا هم به دلیل بیزینسی که دارن، مثلا مثل شرکت‌های آی تی محور یا استارتاپ یا شرکت‌هایی که طرح توسعه داره، یک دفعه در سال‌های آینده است که ممکنه یک انفجار توشون صورت بگیره و بزرگ بشن و اتفاقات خوبی براشون بیفته. کارشناسان گلدمن ساکس به این موضوع دارن جواب میدن که اگر انشاءالله داره کرونا تموم میشه یا حالا قراره تموم بشه، کدوم دسته از سهام میتونن برای خرید مناسب باشن. این ویدیو رو ببینید. گلدمن ساکس میگه رفتن به سراغ سهام ارزش روش بهتری نسبت به سهام دوره‌ای برای منوف دادن تا معرفی واکسن کرونا. بیایم با جولیت سالی در سنگاپور که مشغول تحقیق در این زمینه صحبت کنیم. جولیت، زمان چرخش بالاخره فرا رسیده؟ بله مطمئنا، ما از قبل میدونستیم که سهام ارزش در ماه شهریور واقعا خوب به نظر میرسه. در واقع شاخص ارزش راسل 1000 در برابر شاخص رشد اون از فروردین 2001 در بهترین ماه خود قرار داره و اکنون تحلیلگران گلدمن ساکس به رهبری دیوید کوستن با جدیت میگن سهام ارزش جاییه که اگه اهل ریسک باشید باید اونها رو بخرید، چون رفته رفته به تولید واکسن نزدیک میشیم و میگن که جریان کوتاه مدت نقدی رو پیش بینی میکنن. پس نرخ سهامای پیش رو بهتر خواهم بود، در حالی که سهامای دوره‌ای و دفاعی به طور متوسط مدت زمان کمتری پیش خواهم بود و همبستگی آیدی ها با وجود چشمانداز معرفی واکسن با سهام ارزش بیشتر خواهد بود. در مورد بخشایی که با معرفی واکسن بیشترین افزایش ها را خواهند داشت، اغلب به اغذیه، نوشیدنی ها و تنباکو اشاره می کنند، در حالی که سهام های مربوط به فناوری های تجهیزات سخت افزاری و نیمه هادی ها و خرده فروشی ها منفی ترین رابطه را با خوشبینی مربوط به معرفی واکسن کرونا خواهند داشت. البته کاتالیزور دیگه در اینجا انتخابات ایالات متحده است و اونا میگن که ممکنه ما اخبار مربوط به واکسن رو تا انتخابات آبان شاهد باشیم که این میتونه کمی به نفع سهام ارزش در کوتاه مدت باشه. بنابراین شاید زمانش رسیده که سهام ارزش در بخشایی که سالها رشد بسیار کم داشتن درخشش نشون بده. همونطوری که میدونیم شاخص ارزش راسل 1000 از پایین 2016 حدود 7% افزایش داشته، در حالی که شاخص کلی سهام رشد حدود 2 برابری داشته. خب این سوالی بودش که گلدمن ساکس جواب داده بود که آقا وقتی داره کرونا تموم میشه سهام ارزشی بخریم یا سهام رشدی بخریم، که گفته بودن آقا سهام ارزشی یعنی شرکت های بالغتر، اونایی که الان فعلا رو زمین مشخص وضعیتشون چه به چه ترتیبه و میشه درآمدشون رو پیش بینی کرد. به نظر میاد که شرایط بهتری دارن.